بیننده های گرامی سلام بر شما. در آغاز توجه کنید به سرخط چند خبر. پیام صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی به مناسبت عید سعید قربان. او در پیامش برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را تلاش در راستای تأمین صلح پایدار عنوان کرده و از مردم خواسته است تا برای اشتراک گسترده و میلیونی در این پروسه ملی آماده باشد. هشدار یک نامزد ریاست جمهوری و از یاران قبلی کرزی نسبت به برنامه های حکومت برای تقلب در انتخابات. انوارالحق هدی گفته است که حکومت برنامه دارد تا به گونه گسترده در روند انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مداخله کند. و فراخوان مخالفان دولت کودتای مصر بر راهپیمایی در روز عید. امروز دوشنبه برابر است با 22 میزان سال 1392 خورشیدی که برابر است با 14 اکتبر سال 2013 میلادی. مشروع خبرها. صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی افغانستان و رئیس شورای عالی صلح در پیام به مناسبت عید سعید قربان این عید را فرصت برای زدودن کدورت‌ها و تقویت روحیه دوستی و برادری در میان مسلمانان جهان به ویژه مسلمانان افغانستان عنوان کرده است. رئیس جمعیت اسلامی افغانستان در این پیام عیدی تأمین صلح و ثبات در افغانستان را از نیازهای اصلی مردم عنوان کرده است. آقای صلاح الدین ربانی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشور را تلاش در راستای تأمین صلح و ثبات پایدار عنوان کرده و از مردم خواسته است تا برای اشتراک گسترده و میلیونی در این پروسه ملی آماده باشند. صلاح الدین ربانی همچنان از دولت و جامعه جهانی خواسته است تا با تضمین شفافیت انتخابات ریاست جمهوری کشور زمینه به قدرت رسیدن یک دولت مشروع در کشور را فراهم کنند. در پیام رئیس جمعیت اسلامی افغانستان همچنان بار دیگر از مخالفین مصالحه دولت خواسته شده است که به جای کشتن افراد بیگناه این سرزمین و به خاک خون کشانیدن مردم افغانستان به روند صلح بپیوندند و در امر تامین امنیت در کشور تلاش کنند. امروز 9 ذی‌الحجه برابر است با روز عرفه. در این روز بیش از 2 میلیون مسلمان که از سراسر دنیا به هدف ادای فریضه حج به عربستان سعودی سفر کردند، در مکان موسوم به عرفات تا غروب آفتاب تجمع کردند. تجمع زائران در عرفات یکی از ارکان اصلی حج است. پس از غروب آفتاب به وقت مکه مکرمه، زائران عرفات را به قصد مزدلفه ترک می کنند. با گزارش در این زمینه توجه کنید. صبح امروز دوشنبه پس از طلوع آفتاب، زائران بیت الله الحرام حرکت به سوی عرفات را به خاطر ادای یکی از ارکان‌های حج که امانه وقوف در عرفات است آغاز کردند. تجمع امروز زائران در عرفات به عنوان نماد وحدت و یک پارچگی مسلمان هاست. همه زائران بیت الله الحرام در عرفات با یک صدا از خداوند جل جلاله اعلام فرمان برداری می کنند. روزی عرفه مصادف با 9 ذوالحجه، در حالی که روزی ادای یکی از ارکانهای اصلی حج برای حجاج بیت الله الحرام است، در تاریخ اسلام یادآور یک روزی مهم تاریخی دیگر نیز است. این روز مهم تاریخی اعلام بزرگترین منشور جهانی اسلام است که توسط پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در خطبه حجت الوداع اعلام شد. پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم در آخرین حجشان در روز عرفه و در کوه نور در کرانه عرفات خطبه تاریخی را ایراد کرد که در مورد مسائل مهم سیاسی و روابط میان مسلمان ها با همدیگر و مسلمان ها با دیگر انسان ها در آن خطبه سخن گفته شد. پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم در این خطبه خون و آبروی انسان ها را محترم و غیر قابل تعرض خواند. پیامبر بزرگ اسلام در این خطبه تاریخی افزون بر تاکید برای وحدت و برادری میان مسلمان ها تبعیض نژادی و قومی را به شدت رد کرد و افزود آنهایی که در اینجا حضور دارند این پیام را به دیگران نیز برسانند. ای مردم، خدای شما یکی است و پدر شما هم یکی.
همه شما از آدم به وجود آمده اید و گل آدم را از خاک سرشتند. کسی در میان شما در پیشگاه خداوند گرامی تر است که پرهیزگارتر باشد. عرب را بر عجم هیچ برتری نیست مگر به اطاعت و پرهیزگاری. آنهایی که سخن مرا می شنوند با کسانی که در اینجا حضور ندارند این سخنان را ابلاغ کنند. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در این خطبه تاریخی به مسلمان ها دستور داد که با زنان رفتار نیکو و شایسته داشته باشند و زنها را امانت های الهی نزد انسان ها خواند. زنان در پیش شما امانت های الهی اند. از خدا بترسید و این امانت های الهی را گرامی شمرده و با آنها به نیکویی رفتار کنید و از هیچ خوبی در حقشان دریغ نورزید. گفتنیست همه ساله میلیون ها مسلمان از سراسر جهان اسلام برای ادای مناسک حج که یکی از ارکان پنجگانه اسلام است به عربستان سفر می کنند و در نهم ذوالحجه در مقام عرفات تا عصر روز نهم توقف می کنند. رهبران مخالفان مصالح دولت افغانستان نسبت به امضای پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن هشدار دادند. ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان نسبت به عواقب جدی پیمان امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن هشدار داده است. ملا عمر در این پیام که در یک صفحه اینترنتی مربوط به طالبان نشر شده در مورد پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان گفته است افغان‌ها هیچگاه چنین پایگاه‌های را نمی‌پذیرند و در صورت امضای توافقنامه امنیتی به جنگ‌هایشان ادامه خواهند داد. و همچنان در مورد لایجرگی که قرار است برای بررسی موافقتنامه امنیتی تا یک ماه دیگر برگزار شود گفته است که این یک جرگه فرمایشی است و در تاریخ افغانستان هیچ جرگه چنین کار را تایید نکرده است. در همین حال گلبدین حکمتیار رهبر بخش دیگری از مخالفان مصالح دولت افغانستان در پیام ایدی خود گفته است که بحران افغانستان با حضور کشورهای خارجی به ویژه آمریکا حل نشده بل به دامنه چالش ها افزوده شده است. این در حال است که حامد کرزی رئیس جمهوری کشور حضرت صبغت الله مجددی را همراه با 29 تن دیگر برای برگزاری لایجرگه گماشته است. مسئولان پلیس کابل از تدابیر شدید امنیتی در شهر کابل به مناسبت روزهای عید قربان خبر دادند. فرمانده پلیس کابل میگوید بیشتر از 14,000 پلیس به خاطر تامین امنیت روزهای عید در نقاط مختلف شهر کابل توظیف شدند. شرح بیشتر از وثیق العظیمی. جنرال محمد ظاهر ظاهر فرمانده پلیس کابل در گفتگو با تلویزیون نور گفت در مدت دو ماه سطح جرایم در شهر کابل کاهش یافته است. فرمانده پلیس کابل از مردم می خواهد که موارد مشکوک را به نیروهای امنیتی در میان بگذارند. آقای ظاهر افزود بیشتر از 14,000 نفر پلیس به خاطر تأمین امنیت روزهای عید در نقاط مختلف شهر کابل گماشته شدند. میلاد باید برز برسانم که فعلا در حدود بیش از 14,000 نفر پلیس کابل دولت ازارات در آمده و همچنین تیم کابل که شامل امنیت ملی میشه، شامل پلیس ملی میشه و شامل اردوی ملی میشه، اینا هم دولت ازارات نمبر یک قرار دارند. تمام نیروهای کشفی و نیروهای امنیتی دولت ازارات و آماده به واکنش در اثر کوچکترین عمل اینا آماده به واکنش و نشان دادن عکس العمل هستند. با فرارسیدن روزهای عید قربان کمربندهای شهری و دروازه‌های کابل تحت کنترل شدید پلیس قرار می‌گیرد. در همین حال دوم ساران محمد قربان قلندری مسئول دروازه ارغندی کابل گفت هرچند پلیس همیشه در خدمت مردم قرار دارد اما با فرارسیدن روزهای عید کنترل پلیس بیشتر می شود تا مردم در فضای آرام این روزهای خوش را سپری کنند. در روزهای عید ما تپ و تلاش بیشتر میکنیم به خاطر از اینکه همیشه تپ و تلاش داشتیم به خاطر دستاوردهای زیاد بیشتر به تامین امنیت مردم ما در کابل. با روزهای عید تپ و تلاش ما بیشتر و زیادتر است به خاطر تامین امنیت که روزهای عید مردم کابل ما به خیر و به خوشی سپری نمایند و روزهای عید خوش بگذرانند. با این همه شماری از سربازان میگویند هرچند در این روزهای خوشی از خانواده هایشان دورند اما چون به خاطر تأمین امنیت مردم در خدمت مردم قرار دارند این کار مایه مسرت و خوشحالی آنها می شود. دیگر در روزهای عید در خانه خود نمی باشیم،
باز به خاطر تدبیر امنیتی مردم در اینجا در خدمت مردم قرار داریم. موږ دل تراغلی چې اموطنان لپاره امنیت ونیسو او بد امنی نشي، په دې لپاره موږ خپل کورونه پرېږي چلته امنیت ونیسو خپل اموطنانو لپاره. او موږ وسایط دلته لرو، یو پلیټه موټر، تورې شیشې، تلاشي به کوو. ما به خاطر نزدیکی عید است تبابر شدید گرفتیم از طرف قماندانی امنیت کابل که در خدمت مردم باشیم، مردم از ما راضی باشد. فرمانده پلیس کابل میگوید پلیس کابل بسیاری از موارد مشکوک را ردیابی کردند که تحقیقات در مورد آن جریان دارد. فرد که لباس نیروی امنیتی افغانستان را بر تن داشت یک سرباز آمریکایی را در ولایت پکتیکا کشته است. یک مقام امنیتی محل میگوید که حمله کننده دیروز در شرن مرکز پکتیکا بر این سرباز آمریکایی تیراندازی کرد. دفتر مطبوعاتی ناتو نیز با ارسال خبرنامه این رخداد را تایید کرده است. بر اساس یک گزارش، در حمله افراد منصوب به نیروهای امنیتی افغانستان که به حمله سبز براوی مشهور است، در جریان امسال 15 سرباز خارجی کشته شدند. در سال گذشته در چنین حمله ها 62 سرباز خارجی کشته شده بودند. فرد انتحاری که زخمی شده بود مواد انفجاری همراه خود را در شفاخانه غیر نظامی ولایت پکتیا منفجر ساخت، اما جز خودش به کس دیگر آسیب نرسیده است. زلمه اوریاخیل فرمانده پلیس ولایت پکتیا میگوید صبح امروز در شارای خوستگردیز در نزدیکی یک پسته بازرسی پلیس در مربوطات مرکز ولایت پکتیا از داخل یک موتر مملو از چوب صدای انفجار شنیده شد. با گفته فرمانده پلیس پکتیا، هنگامی که نیروهای پلیس به این موتر نزدیک شدند، با یک زخمی روبرو شدند. جنرال زلمه اوریاخیل میگوید پس از آن که این فرد زخمی را نیروهای پلیس به شفاخانه منتقل کردند، این فرد در اتاق عاجل شفاخانه خود را منفجر ساخت. با گفته اوریاخیل، نیروهای پلیس ندانسته بودند که این فرد زخمی مهاجم انتحاری است و به همین دلیل او را به شفاخانه منتقل کردند. او میگوید ممکن این مهاجم انتحاری قصد انجام حمله انتحاری در داخل شهر گردیز را داشته است. یک فرمانده پلیس سرحدی با 3 نفر از همکارانش در ولسوالی تختپل کندهار به شهادت رسیدند. محمود اچکزی ولسوال تختپل میگوید این حادثه شب گذشته زمان رخ داد که این فرمانده سرحدی با 3 پلیس دیگر مصروف گشت زنی بودند. هرچند مسئولیت این حمله را تا کنون کسی بر عهده نگرفته است، اما مسئولان امنیتی آن را کار مخالفان مصالح دولت می دانند. در این حال بر مبنای یک خبر دیگر، مسئولان محلی ولایت کندهار می گویند که یک عالم دین توسط افراد مصالح ناشناس در این ولایت به شهادت رسیده است. جاوید فیصل سخنگوی والی این ولایت می گوید این شخص که با دولت کدام ارتباط نداشته، حوالی ساعت 12 امروز در بازار رنگریزان شهر کندهار توسط افراد مسلح با ضرب گلوله به شهادت رسیده است.
به ادامه خبرها خوش آمدید. بر اثر پرتاب بم دستی بالای شماره از سربازان پلیس ملی در ناحیه چهارم شهر فرا یک غیر نظامی شهید و مشمول دو سرباز پلیس سه تن دیگر زخمی شدند. مسئولان پلیس در ولایت فرا میگویند این حادثه شب گذشته در حال به وقوع پیوست که افراد وابسته به گروه طالبان بالای شماره از منصوبان پلیس ملی که مصروف خریداری نیازمندی هایشان برای روزهای عید بودند بم دستی پرتاب کردند. محمد عارف نورزایی فرمانده پلیس ولایت فرا گفت در این حادثه یک غیر نظامی شهید و دو سرباز پلیس ملی و یک غیر نظامی زخمی شدند. وزارت امور داخله از بازداشت دو قاچاقبر مواد مخدر در میدان هوایی کابل خبر می‌دهد. بر اساس اعلامیه وزارت داخله این دو نفر که مقدار هروئین را در شکم خود به طور ماهرانه جاسازی کرده بودند قصد داشتن از طریق میدان هوایی کابل آن را به کشور هند انتقال بدهند. اما حین بازرسی از سوی منصوبین پلیس سرحدی شناسایی و بازداشت شدند. با گفته حق نواز حقیار فرمانده پلیس سرحدی میدان هوایی کابل یکی از این قاچاقبران بیش از 100 عدد کپسول با وزن 864 گرم هروئین و نفر دومی تعداد 80 عدد کپسول با وزن 686 گرم را در شکم خود جاسازی کرده بودند. و افزود که این افراد با قاچاقبران بزرگ مواد مخدر در ارتباط بوده و بررسی های پلیس در زمینه ادامه دارد. ساکنان شهر کابل شکایت دارند که در آستانه عید سعید قربان قیمت مواشی افزایش یافته است. فروشندگان مواشی نیز میگویند که بیشتر مواشی در آستانه عید سعید قربان از پاکستان وارد افغانستان می شود. نصرالله حافظی این موضوع را در گزارش دنبال کرده است. قربان در حقیقت احیای سنت حضرت ابراهیم علیه السلام است که از سر عشق تسلیم دستور پروردگارش شد و تن به قربانی کردن فرزندش داد. اما خداوند جل جلاله با فرستادن گوسفند به جای حضرت اسماعیل علیه السلام هم این فداکاری حضرت ابراهیم و اسماعیل علی نبینا و علیه السلام را به دربارش پذیرفت و هم جان حضرت ابراهیم علیه السلام را نجات داد. بدین گونه بود که فداکاری این پدر و فرزند در تاریخ بشری جاودانه باقی ماند. با نزدیک شدن روزهای عید سعید قربان، مسلمانان به هدف پیروی از این سنت ابراهیمی برای قربانی کردن آمادگی می گیرند. با آنکه اکثر باشندگان افغانستان به زراعت و دامداری مشغولند، اما هنوز هم افغانستان نیازمند محصولات زراعتی و حیوانی کشورهای همسایه است، زیرا در نتیجه بیش از 13 جنگ و بی‌ثباتی زیربناهای زراعتی و مالداری نه تنها پیشرفت نکرده است بلکه ویران نیز شده است. به همین دلیل وقتی در آستانه فرارسیدن عید قربان به محل فروش مواشی سر بزنید، همه بازارها را پر از مواشی خواهید یافت که از پاکستان وارد شده است. ولایتونو قیامت دی کنده حکومت دست ما دلت نسته و دی ولایتو که ولایتو که نسته ده حکومت لاور و پنده و دغه لکونه ول ده معلومه خبر ده پاکستان مال بزکر زنه چا دی پاکستان راضی یه دلت دی افغانستان مال خپل ډیر کم د کچیر دی پاکستان مال رانه سی دا یو مال 500 روپیه کیلو افغانی نه پیدا کی او گومیشا کس کم در برای مردم اقتصادی تمام میشه یا کس نمی گوسالای نمی قیمت هسته ولا. در همین حال باشندگان پایتخت از بلند بودن نرخ مواشی شکایت دارند. آنها از دولت می خواهند که باید در این گونه مواقع بر بازار نظارت داشته باشد. در حدود باید بگویم 20%, 25%, 30% بلند رفتن نرخ. من که پارسال به 10,000 می داد، حالا 16,000, 17,000 کم نمی تن. وقتی که اگر پیسه در جیب خودت بود میگی والا دیگران خوب است. اگر وقتی که پیش خودت کم بود باز میگی والا مردم هم تو. او قدری که سابق مردم مال می خریدن، من میگم اقتصاد مردم ضعیف شده، چرا کم شده و فروشات بسیار کم است، ضعیف است. هر چند روزهای عید سعید فطر و عید قربان روزهای جشن خوشی مسلمان هاست، اما مردم افغانستان در بیش از 13 جنگ های تحمیلی نتوانستند به گونه لازم از عیدها، جشنها و مناسبتهای دینی و اسلامیشان به گونه خوب بزرگ داشت کند. انوارالحق هدی نامزد احتمالی ریاست جمهوری میگوید حکومت به گونه گسترده در روند انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مداخله میکند. او هشدار داده است که اگر این مداخله حکومت بعد زودی متوقف نشود، نامزدان ریاست جمهوری به گونه شدید اعتراض خواهند کرد.
آقای احدی همچنان برگزاری لوی جرگه در مورد پیمان امنیتی با ایالات متحده آمریکا را غیر قانونی خوانده، افزوده است تایید و یا رد پیمان امنیتی با ایالات متحده آمریکا از صلاحیت های شورای ملی است. او به نحو رئیس جمهور را متهم به بی‌کفایتی در مورد امضای پیمان امنیتی کرد. انوارالله قهدی نامزد احتمالی ریاست جمهوری و وزیر پیشین تجارت روز دوشنبه در نشست خبری به مناسبت تبریکی عید سعید قربان نگرانی جدیش را از مداخله حکومت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ابراز کرد. آقای احدی افزود اسناد و شواهد زیادی در دست است که مقامات حکومتی به گونه گسترده در انتخابات مداخله می کنند. او افزود اگر حکومت روند این مداخله ها را متوقف نسازد، نامزدان ریاست جمهوری سال آینده به گونه جدی اعتراض خواهند کرد. حتی متاسفانه سدیر اوقات داس راغله دی سپوی حکومت کې خلق هغه نه واز داس امکانات زینه کاندیدانو ته سره برابرۍ بلکې حتی معاونان ورته پیدا کوي او زما په عقیده دا یو به طرف موقف نه دی دا کچیرته خدای دی کې ډیر زر څه د ودرېږي او کچیرته و نه درېږي په دې په مقابل کې به پروتست اعتراض به ډیر قوی سي کچیرته دغه سي واقعیت زیات سول باید کاندیدان په مشترک ډول منګه تغییر دی قانون وغواړو او هغه دا داسې د انتخاباتو په دوره کې باید یو بېطرفه حکومت یو ناظر حکومت څه دراسي نه داسې مغه عادي حکومت څه د خپل هغه ته دوام ورکړي. آقای احدی همچنان برگزاری لوی جرګه به منظور بحث روی پیمان امنیتی و دادن مسئولیت قضایی به سربازان آمریکایی را غیر قانونی خوانده، افزود رد و یا تایید پیمان امنیتی با آمریکا از صلاحیت های شورای ملی است و هیچ جرګه غیر قانونی نمیتواند در مورد آن تصمیم بگیرد. او گفت یک رئیس جمهور خودش باید این درایت را داشته باشد که چی به نفع و چی به ضرر کشورش می باشد. قصه است که باید حکومت ایره به بسیار شکل واضح این تصمیم بگیره، این ضرورت بلای جرگه نداره، تنها از لحاظ قانون چیزی که ضرورت داره ضرورت است او موافقتنامه تایید پارلمان است و لوی جرگه مشورتی اول شکل مشوره را داره، اینا تایید کرده نمیتونن، لوی جرگه قانونی دایر شده نمیتونن. وظیفه رئیس دولت اینمی است که تصامیم مشکل را بگیره، وظیفه رئیس دولت نیست که تصمیم مشکل به یک اجتماع دیگه اینا محول بسازه الا که او اجتماع یک اجتماع قانونی باشه. آقای احدی احتمال این که در جریان کمپاین های انتخاباتی به نفع نامزد دیگری بگذرد را رد کرد و گفت تا اخیر در رقابت های انتخاباتی خواهد ایستاد. او به برگزاری یک انتخابات شفاف، عادلانه و مشمول در سراسر افغانستان تاکید کرد. هواداران و مخالفان دولت کودتای مصر برای برپایی اعتراضات سراسری در آستانه تعطیلات دو روزه عید قربان فراخوان دادند. ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت برای برگزاری اعتراضات گسترده در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه فراخوان داده است. در این حال جنبش تمرد که طرفدار کودتای نظامی است نیز هواداران خود را به شرکت در تظاهرات فراخوانده است. این تحولات در حالی است که خانواده محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر اعلام کردند که مرسی پس از سرکوب هواداران اخوان المسلمین از سوی مقامهای دولت کودتای مصر در هیچ مذاکره شرکت نمی کند و هیچ مصالحه را نخواهد پذیرفت. مصر از 3 جولای بعد از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری تعلیق قانون اساسی و انحراف